خب عرض شود که یک مطلبی چاپ شده است در گویا نیوز به قلم جناب نقره‌کار، دکتر مسعود نقره‌کار، و یک گزارشی از یک جلسه اطلاعات رژیم. موضوع هم گویا بنده بودم. حالا من اون چیز که مربوط هست به این خیلی خیلی باز با ذکر جزئیات صورت جلسه است. از اینکه به یک ساعت و نیم اشاره کرده گمان میکنم این جدید نباشد، باید مربوط باشد به قریب 5-6 ماه پیش بیشتر که با آقای قائم مقامی به مدت یک ساعت و نیم ما در واقع حکومت اسلامی صحبت کرد. خدمت شما این رو میخوانم، خیلی 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 جالب هست. خب میگوید که به عنوان این هست: به یاوه های این فرد باید پاسخ کارشناسانه شرعی داد. یعنی به یاوه هایی که بنده میگم خدمت شما. متن سخنرانی که از برجسته‌ترین مقام های حکومتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و صلوات بر رسول بزرگوار حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طاهرین و دعای تعجیل آقا امام زمان. سلام علیکم به برادران نهازر، برادر محمدی مسئول سالن، بفرمایید چند نفر حضور دارن؟ پاسخ: 34 نفر. بسیار خوب، پیگیری کنید بقیه برادران علت عدم حضور خودشون را مستندن اعلام کنن. بفرمایید بنشین. در نظر دارم سه مورد خاص را بررسی کنم. حالا این آقای رئیس جلسه بوده یا هر کاری بوده، سه موضوع داشته که در واقع اجنده جلسه شون بوده. خب من این از سبت که حالا میخونم چه اشکالی داره: یک، فتنه موسوی. دو، مورد حجاب، جریان یک ضد انقلاب برون مرزی. حالا این بنده اون ضد انقلاب برون مرزی بنده هستم، یک لاقبا با یه میکروفون هفته دو سه ساعت، و چون حدود یک ساعت وقت دارم و باید رأس ساعت 10 صبح در جلسه دیگری باشم، مورد آخری را بررسی می کنم. چند روز پیش از پیگیری بخش رسانه ها مد پیاده شد و یک نسخه سیدی گفتاری از رسانه برون مرزی ارسال شده که من دقیقاً هر دو مورد توجه کردم، به دفتر اعلام کردم، هر دو نسخه تکثیر و در اختیار همکاران قرار شد. یعنی نسخه از صحبت‌های بنده بوده با یه مصاحبه تکثیر کردن در این میتینگ خیلی خیلی حد بالای خودشان اینا داشته باشن، نفر یک نسخه. تصور می‌کنم روی میز همه شما باشد. مأموریت ویژه شما این است که از این ساعت ظرف یک هفته میبایست به دقت مطالعه و شنود کنید و در خصوص مطالب آن تحقیق کنید. اظهار نظر کارشناسانه و مستند میخواهم. از هر گونه داوری و پرگویی اجتناب کنید. جلسه بعدی تمام وقت در این خصوص بحث خواهیم کرد. هیچ گونه غیبت موجه نیست و شدیداً برخورد میشود. خب بعد میگوید: مولای ما حضرت علی علیه السلام، امام متقیان، در مورد اصول کفر میفرمایند اصول کفر 4 ستون است. 4: 1 فسق، 2 غلو، 3 شک، 4 شبهه. اینا عرض کنم که کفر در این 4 تا خلاصه میشه. 4 پایه داره. حالا پیرمرد رو سر بریدن و اموال مردم رو بردن و زنای مردم رو اسیر کردن و فروختن و اینا هیچ کدومش اشکالی نداره. حالا در بحث مغالطات خدمتتون عرض میکنم که این از نوع دایکادمی، خدمتتون توضیح میدم این مغالطه است. 4 شبهه که هر کدام از اینها بخش ها دارن. اول مثلا از جمله از بخش های اول: شخص فاسق حق را کوچک میشرود و عالمان دین را مغضوب میدارد و بر گناه بزرگ خود نیز اصرار دارد. دوم، از جمله بخش های قلوب تعمق است، چون این شخصی بیش از حق تعمق میکند، یعنی فکر میکند و به حق باز نمیگردد و خود غرق در امور پیچیده میشود و چنین شخصی صاحب فتنه ای مذهبی میشود. سوم، از جمله بخش های شک نیز شخص
بنوبت پندهمت های پروردگار عالم جدل می کند که مصداق بارز آیه 55 سوره نجم است. چنین شخصی همیشه در حال جدل با علمای دین می باشد. چهارم، و اما از بخش های ستون چهارم یعنی شبهه، شخص می پوشاند حق را به باطل. در واقع می تواند با باطل کلماتی را روی حق پوشانده و مؤمن را در اعتقاد خود سرگردان کند. اینها مختصری از شناخت کافر و کفر است. برادران، این واحد بسیار حساس بوده و مورد وثوق مقام معظم رهبری است. بله، حضرت رهبری هم مطلع هستند و عرض کنم که وثوق دارن به این امر. از اظهار نظرها و مستندات فکری این واحد در تمام امور استفاده می کنند. اما برادران، ما با عمل کرده خود و کمکاری و بیتجربگی باعث ظهور فتنه شدیم. برادران کمه با عنوانهای انتظامی یا انصار و اطلاعات سپاه به عنوان سردار و سرتیپ در اینجا نشسته اید. شما با ندانم کاری های خود به خصوص در سال اخیر و بعد از انتخابات فتنه آبیاری کردید. همه ما به نحوی گناهکاریم، باید توبه کنیم. حالا از اینم میگذرم. بعد میگوید که به مطالب این سی دی و نوشتاری این شخص بهرام مشیری توجه کنید. سوال اینجاست که آیا این شخص مجاز است یک قرن و نیم اسلام و روحانیت را با صرف کمی وقت تجزیه و تحلیل کرده و نتیجه بگیرد و ذهن من نوعی را منحرف کند؟ یا آقا ذهنش منحرف شد؟ این جواب دارد. با کار اطلاعاتی و کارشناسی وقایع و حوادث را بررسی کنید. اگر کار ما 100% نیست، اما حضور تلاش ما در استقرار نظام فوق‌العاده بوده. این نظر مقام معظم رهبری است. برادران روحانی و علمای دینی وظیفه دارند به این فرد پاسخ بدهند. برادران دینی و علما، متاسفانه این شخص، یعنی بنده خدمت شما، وظیفه‌اش را به خوبی انجام می‌دهد. متفکر و ماهر است. همین کمکاری و عدم شناخت باعث رشد چنین فردی در جامعه اسلامی می‌شود. جالب است، گزارشاتی دارم که عملکرد این شخص مورد توجه جوانان و دانشجویان واقع شده و اونها را به کفر نزدیکتر کرده است. حالا ما گفتیم آقا آزادی و عدالت، دموکراسی، حق مردم، آقا جنایت نکنید، حق مردم نخورید، این کفر اسمش. حرف من این است که نظرات این فرد صحیح است یا خیر، در هر دو مورد پاسخی دارد. این شخص با زیرکی خاصی از هیچ گونه تکنیک و تاکتیک استفاده ابزاری نمی کند. متوجه شدم با سرشت منافقانه صدر اسلام و خوارج با ذات اسلام و بزرگان دین محاربه می کند. شما شمشیری دست من دیدید محاربه. خب البته هستند بسیاری که در این خصوص فعالیت مستمر و جاهلانه دارن. اگر پاسخ کارشناسه شرعی به حرفهای او داده شود، نه اینکه رسوا می شود، بلکه یاوه های او برای همیشه از ذهن مؤمنان و برادران پاک می شود. این صورت جلسه بوده مدتی پیش که آمده به دست ما هم رسیده. خب حالا مطلب اینجاست که ما کجا چه چیزی گفتیم که اگر مردم توجه کردن به جهت این است که حقیقتی در این سخن هست، در این سخنان که ما اینجا گفتیم. شما 30 سال برادر عزیز پاسدار، 32 سالی است که مردم اسیر کردین، خفه کردین، بیچاره کردین، آبرو عزتی مملکتی رو بردید. هر جنایتی که در کتاب جنایی بوده شما انجام دادید و بدتر از اون یک کلمه حرف رو طاقتشو ندار، متزلزل شد. این هم از این داستان واقعا. خب من میخوام امروز خدمت شما، مردم کسطبیرم به همین اتهامات کشتن. خب هر کسی آمد در این تاریخ 1400-500 ساله
کوچکترین نقدی کرد بر این استبداد فکری و استبداد روحی. کشتن او. نخستین بزرگ مردی که در این میدان آمد عبدالله ابن مقفع بوده. عبدالله ابن مقفع مرد بزرگ، دانشمند بزرگ، آمده بود، کاری هم نمی کرد، در واقع آثار پارسی رو ترجمه می کرد، بزرگی ایرانیان رو مقابل چشم اینها می گذاشت، چون اینها ایرانیان رو بردگان می دانستند و موالی خطاب می کردند. تکه تکه کردن، زنده می بریدن و به تنور می انداختن در همین شهر بصره به فرمان ابو جعفر منصور. بشار ابن برد تخارستانی به اجدادش افتخار میکرد، قصایدش هست، اونقدر شلاق زدن که کشتن تا احمد کسروی. اما جامعه دیگه بیدار شده، از این داستانها گذشته، واقعا چیزی که حقانیتی نداشته خودش رو 1500 سال از و جان و مال و حیثیت مردم تحمیل کرده، هیچ حقانیتی هم نداشته. از تجاوز و قتل و کشتار و غارت و زورگویی و تحمیل هر چه بگویید کم نداشته. یه دو سه نفری هم که سخنی گفتن، در واقع جان به در بردن، مثل محمد ابن زکریای رازی و ابن راوندی، اینا هم بعد از مرگشون تکفیر شدن، کتاباشون رو سوزوندن. چه زیبا بود، ما امروز کتاب‌های رازی رو می‌داشتیم، استدلال‌هایی که در این زمینه کرد.